درودهای فراوان خدمت هممیهنان عزیز در هر کجای گیتی که هستند، به خصوص هممیهنان داخل کشور. دکتر سیروس کریمی هستم به اتفاق دکتر ایرج زمانیان. برنامه امروز رو شروع میکنیم. همونطور که مرتبا ذکر شده، هیچ برنامه عقاب ایران نشده که در دوتاش مثل هم باشه، متفاوت بوده همیشه و این بار هم همون خواهد بود. جناب دکتر، جناب عالی، در مورد صحبتهایی دارین که با درودی صمیمانه خدمت همه هموطنان عزیز در هر کجای این جهان پهناور که هستید. من در آغاز میخوام تشکر بکنم از جناب دیاکو در اتاق فرمان در اینجا که واقعا با زحمات بسیار زیاد و خیلی صمیمانه به تمام ما در عقاب ایران کمک میکنند که برنامه به بهترین وجه انجام بشه. بعد هم یک پیام دیگری، تشکری دارم از آقای توکلی که در رادیوی این تکساس ایشون برنامه های ما رو بازپخش میکنن و این سایت اینها یه مقدار عوض شده. این krihd.com بود، به جای .com شده .co و امیدوارم که از این طریق بهتر بتونید بخش های برنامه های ما رو در روی این رادیو krihd.co تماشا کنید. در آغاز متاسفم که با یک خبر ناگوار مطلب رو شروع بکنیم. من در روز شنبه گذشته، صبح شنبه گذشته، تلفنی داشتم که خبر از فوت و درگذشت دوست و مبارز و بزرگ مرد ایران دکتر مسعود انصاری میداد. با ناباوری من تلفن ایشون رو گرفتم و امیدوار بودم که خود ایشون جواب بده، ولی دوست دیگر ما که در منزل ایشون بودن در اون زمان جواب دادن و متاسفانه تایید کردن که ایشون در شب گذشتش درگذشتن. دکتر مسعود انصاری مردی بود بسیار خاکی، بسیار افتاده و با دانش و علم فراوان که در طول تمام این سالهایی که ایشون به هر حال زندگی کردند، از آغاز در مطالعه و بررسی و تحقیق بودند و اشاعه تمام اینها به جوانان مملکت ما، به هموطنان عزیز ما که آگاه بشن و در راه این آگاهی تمام نیروی خودشون رو ایشون مصرف کردند و خدمت کردند به این جامعه. در طول این زندگی بسیار پربارشون کتاب‌های بسیار زیادی نوشتند و نوشتجات بسیار زیادی دارند، برنامه‌های تلویزیونی بسیار داشتند، استاد دانشگاه بودند. من با عزتون یک شمه از بیوگرافی ایشون رو براتون اینجا میگم که به هر حال بیشتر آگاه بشیم با این مرد بزرگی که به هر حال متاسفانه ما در هفته پیش از دست دادیم. دکتر مسعود انصاری دارای دانشنامه حقوق در رشته قضایی از دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، دانشنامه فوق لیسانس در رشته روابط بین المللی از دانشگاه لندن
و 3 دانشنامه دکترای دیگر، 2 دانشنامه دکترای او در رشته علوم سیاسی، یکی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دیگری از دانشگاه جورج واشنگتن امریکا و 3 دانشنامه دکترای او در رشته هیپنوتراپی یا هیپنوتراپی از دانشگاه آمریکایی American Pacific University و همچنین دارای دانشنامه Career Development از دانشگاه آمریکایی بیروت ایشون بودن. دکتر مسعود انصاری دارای 35 جلد کتاب، در واقع تألیفات، تصنیف و ترجمه در رشته‌های حقوق، فلسفه، علوم سیاسی، روانشناسی، علوم اجتماعی و الهیات و بیش از 300 نوشتار پژوهشی در موارد سیاسی، حقوقی، روانشناسی و اجتماعی به زبان‌های فارسی و انگلیسی است. کتاب ناسیونالیسم او در سال 1346 برنده جایزه بهترین کتاب سال شناخته شد. دکتر مسعود انصاری عضویت در سازمان‌های علمی گوناگونی داشت، از جمله جامعه حقوقدانان بین‌الملل، جامعه دانشمندان علوم سیاسی آمریکا، انجمن بین‌المللی جرم‌شناسی، هیئت مشورتی انجمن آمریکایی هیپنوتراپیست‌های حرفه‌ای، هیئت امنای دانشگاه آلفا در باتون روژ، دانشگاه آمریکایی پاسیفیک و سازمان آمریکایی کانسل آف پروفشنال هیپنوسیس ارگانیزیشن و فرایند سالهای تدریس و پژوهش‌های او در دانشگاه‌های ایران، لندن، دانشگاه آمریکایی بیروت و ژاپن و دانشگاه‌های آمریکایی، امتیازات، درجه‌ها و جایزه‌های علمی زیر بوده. 3 جایزه علمی پرزیدنتس اوارد، یکی از سازمان علمی NGH و 2 جایزه از سازمان NATH در سالهای 95 و 99 و جایزه اکسلنس اوارد از سازمان اینترنشنال هیپنوسیس فدریشن بود. و بعد کتاب‌های بسیار زیادی از ایشون برای ما باقی ماندن که تصویر جلد آنها رو جناب دیاکو زحمت کشیدن و نشون دادن براتون. کتاب‌ها بسیار زیاد هست و نوشتجات همینطور به زبان فارسی و انگلیسی. من فرصتی نمی‌بینم که به تمام اینها اشاره بکنم، فقط چند تایی رو خدمتتون میگم. این که در کشور ما امروز واقعا میتونه بسیار بسیار در روشنگری جوامع ایرانی این یاری برسانه. از جمله کتاب الله اکبر هست، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام، بعد کشتار 68 و روانشناسی جرائم و انحراف جنسی و غیره و بسیاری کتاب‌های دیگه‌ای که همه اینها واقعا مایه و نتیجه تحقیقات سالیان دراز این مرد بزرگ است. و من فقدان او رو، فقدان فیزیکی ایشون رو، به عنوان یک دوستی که در این سالها در قربت در خدمت ایشان بودم و از باغستان برحال دانش ایشون خوشهای بسیاری چیدم و همکاری بسیار نزدیکی داشتیم در اون برنامه‌ای که ما در دادگاه کریمینال به اصطلاح کورت لاهه 50 کیلو این داکومنت ها و نسخه های مختلفی از جنایات جمهوری اسلامی رو ایشون زحمت کشیدند و بردند و اونجا فایل کردند. به هر حال روی ایشان شاد باشد و من بار دیگر این رو نه به تنها به تمام ایرانی ها بلکه به جهان انسانی از دست دادن یک چنین انسانی رو تسلیت میگم. جناب دکتر، من هم به نوبه خود فقدان این دانشمند و فیلسوف محترم که خدماتش به جامعه ایران واقعا شگرف و بزرگ است، سطور و بزرگ است، رو تسلیت عرض میکنم به جناب عالی و سایر اعضای گروه سیاسی نظامی عقاب ایران، نظامی سیاسی عقاب ایران. همونطوری که در ابتدا گفتم، برنامه عقاب ایران همیشه یکسان نیست. امروز هم
مستثنا نیست و سعی میکنیم که به صورت یک درد دل گپ خودمانی و درد دل همگانی این صحبت هامون رو به استحضار شما برسونیم. فراموش نمی کنیم که وظیفه اصلی ما و سایر هموطنان مبارزه با جمهوری اسلامیه. ما محوریت این مبارزه رو به دوش مردم ایران میدونیم. این مردم ایران هستن که بار سنگین این مبارزه رو به دوش میکشند و ما میتونیم بلندگوی اونها باشیم، میتونیم پشتیبان اونها باشیم در جوامعی که در خارج از کشور زندگی میکنیم، میتونیم افشاگر جنایات رژیم جمهوری اسلامی باشیم، ولی هیچگاه نمیتونیم به درجه و مقامی برسیم که ایرانیان داخل ایران در مبارزه با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داره. من یک متاسفانه ندیدم، شاید باشه من ندیدم، یه تحلیل درستی از جامعه کنونی ایران رو داشته باشیم. آقای دکتر، من میبینم مثلا مردم که میان میرن یک چیزایی راجع به ایرانی های اونجا میگن. خب اینایی که از اینجا میرن با دلارهای 3000 تومن میرن اونجا و مانوری میدن و یک به قول معروف پوزی جلوی فامیل میدن و فامیل بیچاره هم به خاطر اون مهمان نوازی و دوست داشتنی که به مهمانشون دارن با صورت سرخ شده از سیلی از اینها پذیرایی میکنن و در این رفت و آمدها میبینیم که بله در ایران چنین است چنان است. مردم در آقا نمیدانید در ایران مردم پرش سوارند و اینها نیستند، مردم نیستند که پشت سوارند، اینها یک معدود آدم هایی هستند که خودشون رو به رژیم چسبانده یا چسبیده هستند و تعدادشون هم از 200-300 تا 1000 نفر نباید بیشتر باشه که کل جامعه 5% طرفدار این رژیم بقیده من نیستن. و همین جهت است که عرض میکنم تحلیل درستی ما از جامعه نداریم و اگر بخوام خیلی مقدماتی عرض کنم به 3 طبقه جامعه رو من میتونم تقسیم کنم. یکی جامعه که زیر 35 سال دارند، اینها بچه های انقلاب هستند، باید ببینیم که نظر و دیدگاه اینها نسبت به عوامل اجتماعی چیه. بقیه دومی 35 تا 60 ساله هستند که هم دوران پیش از انقلاب رو دیدن هم دوران پس از انقلاب رو دیدن. اینها وظیفه سنگینی دارن که پرچمدار و به صورتی بیانگر خواسته های ملت ایران باشن و 60 سال به بالاها که کاری از اون بازنشستن که ما جز اونا هستیم. های دوست بخصوصت از کنم که شما راجع به تحلیل در مورد جامعه ایران صحبت کردید، این کاریست که از شاید میشه گفتش چند قرن پیش خارجی ها کردن در مورد ایرانیا و حتی سفرنامه های نوشتن و غیره داره که بسیارشون هم اصلا دلانگیز نیست و برای ما ایرانیا هیچ افتخاری رو نمیاره. ولی اونچه که راجع به شما امروز جامعه ایرانی میگید، به هر حال خب همونطور که شما هم اشاره کردید یه تعداد مردم هستن که در این موارد صحبت میکنن، یه تعداد هم به هر حال همین افرادی که دست اندر کار در مسائل مختلف
گفتاری هستند یا نوشتاری هستند، اینها اشاره هایی میکنن، ولی یک تحلیل واقعا همه جانبه‌ای وجود نداره. حالا من میخوام که واقعا در اینجا، چون یک مسئله بسیار جدیدی که در دنیا الان مورد صحبت بود در این هفته گذشته، مسئله اسکاتلند بود و این مسئله رفراندومشون که از چند جانب میشه بهش نگاه کرد و ما ایرانی ها میتونیم از اون یک شاید پندی بگیریم. من وقتی که، البته میدونید که ما ایرانی ها زیاد علاقمند به پیشرفت انگلستان نیستیم و برنده شدن انگلستان نیستیم و شاید بسیاری از ایرانی ها دلشون نمیخواست که اسکاتلند جدا نشه و شاید یک برحال نگاه قاسی دارن که یک لطمهی برحال به انگلستان خورده باشه، ولی اینجا من میخوام با یه نگاه دیگه به قضیه نگاه کنم و اینکه انگلستان چجوری عمل کرد و اسکاتلندی ها، مردم اسکاتلند چجوری عمل کردن. من وقتی این حرکتی رو که در اسکاتلند انجام شد و تمام 80% از مردم که حق رأی داشتن رفتن پای صندوق ها و رأی دادن و بعد مصاحباتی که با اینا میشد که گوش میکردم، خیلی افسوس خوردم که چرا ما ایرانی ها به اندازه این آدم ها تفکر و ادراک اجتماعی نداریم. ما روزی که انقلاب شد اومدن به ما گفتن که ما نفت و گاز و مجانی میدیم، اتوبوس ها رو مجانی میکنیم و غیره، و هیچ کدوم از ما فکر نکردیم که چگونه میشه، آیا یه همچین کاری اصلا عملی است، و حتی نپرسیدیم که خب این پول مملکت ما، این ارز مملکت ما که الان دلار رو 7 تومن میخریم بعضش چی میشه، ما پس اندازه که داریم تو بانک ها چی میشه، و یک جواب‌های منطقی بگیریم و قبول کنیم. و همه ما کورانه با چشم بسته واقعا و با ذهن بسته رفتیم و قبول کردیم، رفتیم این برحال، رفتیم، میگم رفتیم یعنی اون همه اکثر ایرانی ها رفتیم و رأی دادیم که ما جمهوری اسلامی رو میخوام، بدون این که حتی بدونیم که جمهوری اسلامی کی هست، چی هست و از کجا هست، فقط به زعم این که ما تنها چیزی که میخواستیم، یعنی اکثر مردم میخواستن، میگفتن شاه بره. حالا هیچ کسی نپرسید خب وقتی رفت بعد چه خواهد شد. ولی در اسکاتلند این اتفاق خیلی خیلی جالب افتاد، یعنی خیلی مردم نشون داد که این مردم چقدر متمدن هستن، چقدر متفکر هستن. در مصاحبتی که میشد زن و مرد میومدن این سوالا رو مطرح میکردن که ما الان در نزدیک بازنشستگی هستیم یا الان در یه سن خاصی هستیم و به هر حال سرمایه هایی داریم، پس انداز هایی در بانک ها داریم، خب وضع اینا چی میشه وقتی ما پوند رو از دست میدیم، این ارزش پول ما کجا میره؟ همون جگونه که ارزش پول ما که دلار رو 7 تومن میخریدیم حالا شده 3000 خورده ای، و هیچ کس این رو نپرسید نقبول کرد. و اینها با کمال به اصطلاح درایت کافی و فکر کردن و بالا پایین کردن مسائل، بررسی کردن اون، رفتن پای صندوق ها و رأی دادن که نه، ما میخواییم به بریتانیا، با بریتانیا بمونیم و از قدرت اقتصادی کشوری که ششمین قدرت اقتصادی جهانه ما هم نصیبی ببریم، یه امتیازاتی بگیریم و به هر حال مملکتمون رو بیشتر به جلو ببریم. حالا این از یک جنبه دیگه وقتی به این نگاه میکنیم جناب دکتر، مسئله این افرادی است که راه افتادن در این چندین ساله در واقع که طرح بسیار بسیار ناجوانمردانه و طرح شیطانی رو که همین غرب برای ما نوشته، همین انگلستانی که میگه اگر اسکاتلند از ما جدا بشه این یک طلاق دردناک است، ولی طرحی مینویسن و میدن و یک عده ایرانی میرن کمک میکنن که این طرح پیاده کنن به اسم فدرالیسم غیر متمرکز، که این یعنی دقیقا مساوی است با تجزیه ایران و این رو بارها صحبتشو کردیم. حالا چطوره که انگلستان خودش حاضر نیست یک سانت از کشور خودش رو که از دست بده، هیچی، یک کشور دیگری هم که سالیان دراز این یک کشور مستقل بوده و پادشاه داشته و پادشاهی میکرده، حالا میتونه به این شکل برای خودش نگه داره.
جناب دکتر در همین مورد اینا طرح بزرگتری هم برای خاورمیانه دارن که تو راه که می اومدیم صحبت میکردیم که به عنوان طرح خاورمیانه بزرگ از این نام میبردن و میبرند. بزرگیش نه اینه که وسعت خاورمیانه عوض میشه یا تعداد کشورها فقط بیشتر میشه، اینا رو نسبت بندی کردند، جدایی انداختند و خاورمیانه بزرگتر رو به وجود آوردند. بله، ولی ببینید مسئله اینه که این دوستانی که به هر حال ایرانیایی که اومدن دنبال این طرح هستن ادعا میکنن که کشور ایران از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده، آذربایجانی، کرد، نمیدونم بلوچ و بختیاری و غیره و لور و اینها و اینها رو مستمسک قرار میدن که بنابراین این گروه ها، این اقلیت ها باید آزادی های خودشون رو داشته باشن و مستقل بشن و این استقلالی که اینا میدن با عدم تمرکز مرکزی یعنی هر کدوم از اینا جدا بشن یک کشور که ما در گذشته بر نقشه ای رو که اینا کشیده بودن رو حتی نشون دادم بنده اینجا که چگونه تمام قسمت‌های مختلف ایران هر کدوم جدا میشن و خودشون میشن یک کشور. حالا یه مثال خیلی خوب الان کردهای عراق هستن که این کردهای عراق در عراق که صدام حسین این قومیت‌های ناجور رو، قومیت‌هایی که با هم دیگه هیچ نوع تناسخی نداشتن، اینا رو جمع کرده بود و میخواست از اینها یک ملت بسازه، حالا جدا شدن، حالا اینا به خیال خودشون میگن ما خودمختار شدیم. ولی نگاه بکنید که وقتی یه داعشی پیدا میشه اینا حتی قدرت این رو ندارن، میان التماس میکنن به غرب، امریکا و غیره که بیان کمک بکنید که ما از دست اینا خلاص بشیم. چرا؟ برای اینکه اینا تبدیل شدن به همون طرحی که قبلا هم خدمتتون گفتم، این طرح میگه ما کشورهای کوچک میخوایم در خاورمیانه که اینها قدرت کم داشته باشن و قابل کنترل باشن. دقیقاً این کردستانی که درست کردن این رو داره نشون میده که یک کشور کوچک بدون قدرت کافی برای اینکه از خودش دفاع بکنه و میتونن اینا کنترلش بکنن، بگن حالا بهت ارتش میدیم، نظامی میدیم، نمیدیم، افتتو میخریم، نمیخریم، به هر حال کنترل میفته دسته همین کسانی که به هر حال این طرح رو ریختن. حالا در ایران برعکس، اگر که شما توجه بکنید به تاریخ ایران، تمام این قومیت ها بیش از 2000-3000 سالی که ما با هم دیگه یک ملت بودیم، درسته که قوم‌های مختلفی هستیم ولی همه یک ملتیم، اقوام یک ملتیم. تمام این قومیت‌های مختلف ایران در تمام شئون سیاسی، اجتماعی، به هر حال و غیره مملکت اینا همه سهیم بودن. ما نخست وزیر ترک داشتیم، نخست وزیر و نمیدونم بختیاری داشتیم و وزرا و به هر حال کارکنان بزرگ ارتشیان، جنرال های بسیار داشتیم از قومیت های مختلف. بنابراین یعنی ما با هم یک ملتیم، درسته که قومیتیم. بگذاریم از این که این مذهبی که اسلام که آمد از روزی که به خصوص این شیعه در مملکت ما شد ماها رو آمد کرده، ولی ما باید بکوشیم همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه اون ملت قوی و محکم و به هر حال پیشرو ایرانی رو دوباره بسازیمش و هیچ امکان نداره جز این که همه ما با این قومیت های مختلفی که هستیم دست به دست هم بدیم، با هم همکاری بکنیم و گول این ترفند های این افرادی رو که میان میگن حالا ما استقلال فلان و این چیزا و این حق فدرالیسم زبان خودمان، آره، گول اینا رو نخورید. برای اینکه در یک کشوری که ما الان مملکتی که داریم، اگر این جمهوری اسلامی رو ما بتونیم از مملکتمون بیرون بکنیم، با کمک هم دیگه ما میتونیم تمام اون استقلال ها رو داشته باشیم با یک حکومت مرکزی بسیار قوی که بتونیم از محاسن اون، از مزایای اون استفاده بکنیم برای اینکه با قدرت بتونیم در این جهانی که واقعا به این نوع وحشتناک همه لاشخوروار افتادن دنبال این سرمایه هایی که در خاورمیانه هست، بتونیم از دست اینا یه جوری خودمون رو نجات بدیم. اشاره من هم در ابتدا به مسئله طبقه بندی سنی که کردم بیشتر بر همین اساس بود که ما بیایم این جامعه زیر 35 سال خودمون رو بشناسیم، بدونیم که و اونها خودشون رو بشناسن، به خود باوری برسن که
چون اینا تا چشم باز کردن آخوند دیدن که در رأس قدرت بوده. دیگه از سابقه آخوند کمتر از 35 سال به بالا میدونن و امکان داره به خاطر احترامی که والدین اونها ممکنه به لباس و روحانیت اینا داشتن یک تقدسی هم برای اینا قائل باشن. اینا هیچ تقدسی که ندارند، هیچی روحانی نیستند و اصولا ایرانی نیستند، یعنی از خون یک ایرانی درست نشده. به همین دلیله که من میگم این جامعه زیر 35 سال بایستی شناسایی بشه و راهبردا و راهکارهایی رو که میتونه به کار ببره برای مقاومت در برابر رژیم اسلامی. یکی از مسائل دیگه‌ای که دکتر در هفته‌های اخیر بود بیماری آقا بود و چرا این بیماری رو، این صحنه سازی رو به صورت زنده در تلویزیون نشون دادن. من عقیدم بر اینه که اینها وقتی آقای مهدوی کنی رو نشون دادن دل یک عده‌ای به ریش آمد، دل یک عده‌ای به درد اومد، ضمن اینه که یه ترحمی برای آقا خریدن در جامعه. مسئله جانشینی امام هم آقا هم احتمالاً مطرح بوده و اینه که در زمان حیات خودشون ایشون به مردم بگه که با من که میبینین نعیف و افتاده و اینا هستم، ولی میتونم کنار برم و مثلا پسرم رو به جانشونی بگه. و من فکر میکنم که اینا از فرمول کوبا برای ادامه حیات رژیم میخواهند پیروی کنند. دو تا مطلب رو شما اشاره کردید، یکی این که فرمودید یک کلمه تقدس رو به کار بردید. گاو ها هم در هندوستان مقدس هم. البته بعضی ها میگن مقدس نیما گاوان، ولی به هر حال اینا یه حقیقت. مقدس یعنی چی هستن؟ اصلا این تقدس از کجا اومده؟ این روحانیت که میبندنش به آسمان این بر اون بر، اینا از کجا اومده؟ اینا یک مش شارلاتان هست، یک مش آدم های حقبات هست و اینا رو، این لباس رو برای خودشون درست کردن دوکان. لباس هم ظاهریشون رو و همین لباسی که به عنوان تقدس و روحانیت و غیره و ذالک برای خودشون درست کردن که یک مشت فقط انسانهای ناآگاه و نادان رو جلب بکنن. برای همینه که یک افرادی که مثل دکتر انصاری که از دست ما دادیم چقدر زحمت میکشن که مردم آگاه بشن، بدونن که با چه چیزهای چه جانورهای طرف هستن. این آقایی که رفته پروستات چه عمل کرده، کسی امروزه در از پروستات اگر به موقع بهش برسن نمی میره و این چیز مهمی هم نیست. ولی من یک عکس کاریکاتوری دارم که متاسفانه شاید در تلویزیون جالب نباشه که این رو آدم نشون بده، ولی که مفهوم اون این هست که از ماتحت این آقا یک دونه حرم ساختن و نشستن دستشون رو به این ذریع گرفتن این افراد و میخوان نظر و نیازشون رو بگیرن. یعنی بشر تا این حد، و این یک واقعیت. ما وقتی میبینیم که یه دیرا میفتن میرن پای جای پایشون رو ماچ میکنن نمیدونم و انواع و اقسام این حرکات رو میکنن، جز این نتیجه ای نمیتونیم بگیریم که این جز ناآگاهی چیزی نیست. بگذاریم از یک عده محدودی که اینها دنبال پول و زندگی بهتر و فلان هستن و خودشون رو به هر چیزی که فکر کنید میفروشن. اون مسئله یک مسئله دیگه است. اینه که واقعا این تقدس و این مطلب جراییشون رو که فرمودید اینا آدم رو باید به فکر بندازه. آخه این کی اومده گفته که یک خدا اومده این آقای خامنه‌ای بی سواد حمالی که یک دونه دو تومن و پنجزار میگرفت نوحه میخوند این حالا مقدس شده؟ جز مردم ناآگاه کسی دیگه ای نیست. ببینید یه جای دیگه این طرح رو میریزن به ما، اینها رو میفروشن و ما متاسفانه با ناآگاهی میخریمشون. برای همینه که ما در عقاب ایران تمام تلاشمون این هست که شما را از آنچه که در جریان هست آگاه بکنیم در دنیا و در مملکت.
تا اونجایی که میتونیم، البته شما در ایران خودتون هستید، همه اینا رو لمس میکنید، دردار رو میکشید، زجر رو میکشید، گرسنگی ها رو میکشید، ولی متاسفانه درکشون نمیکنید. یعنی شما گرسنه ای ولی درک نمیکنی که گرسنه ای. یعنی چرا گرسنه ای؟ میدونی اینا بسیار بسیار، ما سعی میکنیم در اینجا اینا رو برای شما روشن بکنیم و شما رو یک مقدار تحریک بکنیم که حرکت بکنید. چون تا حرکت نکنید، تا تکون نخورید، تا خودتون را آگاه نکنید، شما همیشه در بند خواهید بود، همیشه اسیر خواهید بود و همیشه یک مشت حیوان بر شما حکومت خواهند کرد و همیشه گرسنه. ببینید در اسکاتلند چه کردن، ببینید در جاهای دیگه دنیا چه میکنن این افرادی. همون در اوکراین که شما دیدید که شبها رفتن اینا تو سرما توی بیرون واشتادن تا حکومتشون رو تغییر دادن. مردم در دنیا، دنیای متمدن، متمدنانه رفتار میکنن، با آگاهی رفتار میکنن، چشمای باز که دارن، هیچی، دوتا دوربین هم میذارن که مسائل رو به خوبی ببینن و اینها رو تجزیه تحلیل بکنن بعد تصمیم بگیرن. نمیاد هیچ کسی، من برای دکتر کریمی تو ماشین مثال میزدم که هیچ انسان عاقلی نمیاد که وقتی خونش حوزش ترک خورده یا دیوارش یه خورده گلاش ریخته و لوله آبش یه خورده سوراخ شده، نمیاد تمام این خونه رو تا فاندیشنش داغون بکنه و خراب بکنه به امید اینکه یه روزی یه کسی از در میرسه و اینو براش میسازه. ما مملکتمون اومدیم با ناآگاهی، مملکتی که خب شکی نیست در حکومت گذشته اشتباهاتی بوده، گرفتاریایی بوده که کجای دنیا نیست. همه جای دنیا به هر حال شما نگاه کنی حکومت‌ها گرفتاری دارن، اشتباهاتی دارن، فشارهای ناجوری گاهی اوقات توی جوامع هست، ولی مردم با میشن میرن اینا رو اصلاح میکنن، میرن میگن که آقا این اشتباهات، این گرفتاری‌ها باید حل بشه، نمیرن تمام مملکت رو بریزن پایین و تا اون بنیادش از بین ببرن بعد بشینن فکر کنن که خب حالا چیکار باید بکنیم. که هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، بعد حکومت رو میدن دست یک مشت آخوند و لومپنهای اجتماعی که اینا از موقعیت سوء استفاده میکنن و با زور سرنیزه میان جلو. بله، وقتی آدم این کار رو میکنه باید بعدش گفت خب بکشید دیگه، چیزیست که خود ما درست کردیم، بنابراین خودمون هم باید تونشو بدیم. مگر این که پاشیم، مگر این که از جامو پاشیم، حرکت بکنیم، بگیم نه بابا ما خسته شدیم از این زندگی، ما خسته شدیم از این که چش بسته هر کاری رو بکنیم، ما میخوایم امروز بلند شیم و حرکت کنیم. اول این جمهوری اسلامی ناهنجار جانی که میدونیم ایرانی رو از بین ببریم و بعد مملکتمون رو بسازیم، چون هیچ حکومتی در دنیا در طول تاریخ وجود نداشته بدتر از حکومت‌های مذهبی دینی. اینه که مطمئن باشید که شما جمهوری اسلامی را از بین ببرید، هر نوع حکومتی که پیدا بکنید شرف داره به این حکومتی که امروز در مملکت ما هست. آقای دکتر، ما در زمان گذشته و خصوصا در اواخر ماهای منتهی به تغییر رژیم در ایران نشانه هایی از رفورم رو دیدیم که اگر ادامه می‌یافت مملکت ما واقعا بهشت برین میتونست بشه. ما در اون موقع به رفورم و اصلاحات احتیاج داشتیم، الان که به انقلاب احتیاج داریم، ولی وارونه کردیم. اون موقعی که اصلاحات رو می‌خواستیم اومدیم انقلاب کردیم، الان که بایستی انقلاب بکنیم و این رژیم رو به طور کلی از بین ببریم، صحبت از اصلاحات می‌کنیم. مسئله دیگه‌ای که درد ایرونی ها رو واقعا و درد بسیار بزرگی هست، من اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا بود در دهه 70 میلادی، اواخر 60 تا اواخر دهه 70 میلادی. ما اقتصاد ایران الان به یمن تصمیمات غلط، نادانی و
مقاصد شوم خارجی در دست یک مشت آخوند و آخوندزاده به قهقرار نشسته. ما چند روزی به نشست 5 به اضافه 1 نداریم. شما فکر میکنید که این نشست به کجا خواهد انجامید و شروع شده و به کجا خواهد انجامید؟ دکتر جان، من قبلا هم خدمتتون گفتم که این شوی روزهای زندگی هست که همچنان ادامه داشته و داره و خواهد داشت. اینا الان حتی قبل از اینکه برن بشینن اونجا در جلسه اصلیشون، معتقدند که غربی ها معتقدند که یک سری کارهایی رو، حتی این آژانس اتمی اطلاع میده که یه سری کارهایی رو که باید جمهوری اسلامی قول داده بوده بکنن انجام نداده. بعد از اون بر مسئله پارچین هست که اینا سرش دعوا دارن که باز اینا احتمالاً متوجه شدن که دوباره اونا در اونجا یه کاری دارن میکنن و میخوان بازی دوباره کنن، اینا میگن نمیکنن. حالا تمام مسئله اصلا مملکت رو داغون کردیم، پدر ملت رو در آوردیم، اقتصاد رو به هر حال به پایین ترین درجه در جهان رسوندیمش، برای چی ما اتم میخوایم چیکار بکنیم؟ اینی که میگن حق مسلم ماست، آقا حق مسلم شما اینه که زندگی بکنید، اینه که سر سفرتون غذا داشته باشید برای بچهاتون، اینه که بتونید بچهاتون رو به مدرسه بفرستید. شما این جانورانی که اومدن گفتن که ما همه چیز رو مجانی بهتون میدیم، ما در روزگار گذشته مدرسه، دبیرستان، دانشگاه همه اینا مجانی بود. امروز شما بچه تو میخوای بذاری مدرسه و دانشگاه، باید واقعا کلی درآمد داشته باشی، یه درآمد اضافی وحشتناکی رو ایجاد بکنی که بده به اینا، در حالی که مملکت در فقر داره دست و پا میزنه. خب اینا تمامش نتیجه چیه؟ نتیجه فرهنگ وحشی یک مش وحشی صحرانشینه که ما اینو اومدیم جانشین کردیم با فرهنگی در، یعنی جانشین فرهنگ غنی ایرانی کردیم که واقعا هنوز در دنیا وقتی بر میگردن به تاریخ‌های گذشته ما میبینن که بسیاری از نکاتی که در اونجا مطرح شده از نظر اجتماعی و سیاسی چیزهایی بوده که امروز تازه داره دنیا بهش میرسه. بنابراین ما اومدیم چیکار کردیم؟ این فرهنگ رو گذاشتیم کنار، اومدیم فرهنگ یک مش وحشی رو آوردیم، این رو قبول کردیم. روزی 17 بارم میشینیم سرمونو میذاریم رو خاک این کثافت این ممالک به وحشی به دشمن ما و سجده میکنیم به طرفشون. ایناست که باعث شده ما اینچنان عقب بمونیم. اینهایی هست که باید شما بهش بیاندیشید، باید فکر کنید، باید این فرهنگ کثیف وحشی را از وجود خودتون و مملکتتون دور بکنید. و الا دکتر جان، این همینه. الان شما نمونه بسیار خوب این رو، حالا هی میگن که دکتر مسئله بسیار مهمه که مردم خیلی ها میگن که آقا اینا، خب اینا خلاف میکنن، ولی فرهنگ سر جاشه نیست اینجوری. الان شما ببینید این گروه دانش رو داعش رو برید بهش نگاه بکنید، این گروه داعش داره چه میکنه؟ میذاره مردم رو میکشه، سرشون رو میبره، غیره میکنه. فکر نکنین که جمهوری اسلامی غیر از این بوده. همون کاری که جمهوری اسلامی کرده یادتون نره اوایل انقلاب کشتار 68، یادتون نره که یک مرد جنایتکاری که در رأس اینها قرار داشت اومد گفت آقا اینا رو بکشید. 6000 نفر رو کشتن و اعدام کردن. یادتون نره سینما رکس آتیش دادن، یک مش انسان، بچه، بزرگ، اینا رو توی اونجا زنده زنده سوزوندن. بله. فقط برای اینکه بتونن موفق بشن. یادتون نره این همه جوانهای ما رو گرفتن در زندانها کشتن، شکنجه دادن دخترها رو و میدهند. ببینید این فرهنگ چقدر کثیفه، چقدر وحشیانه است که دختره رو میگیرن در زندان، میخوان اعدامش بکنن، اول یه مش گردن کلفت نرخت بهش تجاوز میکنن که نکنه این دختر بره به اون دنیا. چجور حیواناتی میتونن یک چنین فرهنگی رو قبول بکنن؟ آیا شمای ایرانی با اون سابقه تاریخی بسیار والا آیا حاضرید که بچینید و اینها رو قبول بکنید و اینها رو بپذیرید؟ ما اشاره به فرهنگ کردید، فرهنگی که الان مردم دنیا تازه بهش مراجعه می کنن. یکیش همون منشور کورش بزرگ است که پایه و اساس
حقوق انسانی و حقوق جهانی بشر رو پیریزی کرده و ما بی اطلاع بودیم ازش. و در مورد نشست 5 به اضافه 1 من نظر خودم رو میگم که این یک احتمالاً یک توافق نسبی رو به دست خواهند آورد که ادامه بدن این صورت این پادر هوایی رو، و در اینجاست که سر مردم بی کلاه خواهد بود. از این نمد برای مردم ایران کلاهی درست نخواهد شد. در قبال امتیازات ناچیزی که ممکنه بدن، تمامی خواسته های ملت رو، ملی رو، اینا رو نادیده خواهند گرفت و با جمهوری اسلامی به توافق های نسبی خواهند رسید که منافع خارجی ها رو در منطقه و در ایران تأمین بکنه. الان ایران بزرگترین بازار بنجلای چینی شده. سنگ قبر رو از چین میارن، مهر نماز رو که شما میگین سجده میکنن این از چین میارن، و برای همینه که صنایع داخلی خوابیده، صنایع بزرگ ما خوابیده، اقتصاد ما نابود شده. و آقای دکتر، من میدونم سراغ دارم که کوه رو میکنن، خاک مملکت رو میدوشن، دارن میبرن. یعنی اون قصه یاد نب اصطلاح خاک مل، خاک اینجا رو توبره کردن، اینا دارن انجام میدن. کوه رو میکنن به امید اینی که ازش عقیقی، پیروزهی، چیزی پیدا بشه و کشاورزی هم هست. در خلاصه کلام من برای 5 به اضافه 1 اینه که احتمال توافق نسبی هست، ولی سر مردم بی کلاه خواهد ماند. شما اسمشو میذارید توافق نسبی، من اسمشو میذارم کلاه نسبی. کلاه نسبی کلاهی است که اینا سالهاست الان در این بازی به هر حال همین شویی که دارن انجام میدن دارن سر مردم هم این بر میذارن هم اون بر، یعنی هم ایرونی ها، هم غربی ها و شرقی ها و غیره. اینا به هیچ توافقی نخواهند رسید، همین بازی رو به همین شکل ادامه خواهند داد. و چرا؟ برای اینکه دولال غربی، دولال شرقی همه با هم دیگه دست جمعی میخوان که جمهوری اسلامی به همین شکل تری بشه. چرا؟ برای اینکه بهترین منافع رو این جمهوری اسلامی برای اینا ایجاد میکنه. در عوض ایرانی ها که در داخل کشور هستن با همین ترفندهای بسیار بسیار بچگانهی که این جمهوری اسلامی میزنه، اینا هم قبول کردن که بابا این حق مسلم ماست. آقا این حق مسلمتون زندگی، شرافت، انسانیت، حقوق انسانیتونه، هیچ کدوم از اینا رو ندارید. اول اون حق انسانیت رو شما ایجاد بکنید، بعد میتونه آدم حقوقهای مختلف. اول مملکت رو بگیرید ببینید مملکت ماره کیه. دکتر این مال عرباست، مال غربیاست، مال شرقیاست، مال شما فکر ملتی. دکتر الان با تمام این وضعیتی که اینا بوش در بوشهری راکتوری که روسا برای ما درست کردن این همه هزینه شده، هنوز این رو تحویل ندادن. نه هنوز اندازه نشده. دوباره رفتن 3 تا قرارداد دیگه برای 3 تا راکتوری دیگه با روسا بستن. آخه روسا هنوز چرنوبیلشون داره لیک میکنه، هنوز داره این ازش مواد رادیواکتیو خارج میشه. دکتر جان 800 میلیارد دلار پول در زمان آقای احمدی، در تمام طول از زمان رضا شاه کبیر تا محمد رضا شاه فقید، تمامی ثروت فروش ایران این 800 میلیارد دلار نشده بود. و دیدیم که چه کارهایی، راهسازی‌ها، راه آهن و چه پیشرفت‌هایی در اون زمان شده. و الان شما با اصلا از این 800 میلیارد چندین میلیارد دلارش گمه، یارو نمیدونه چه کارش کردن، کجا رفته. و به درستی اشاره شد که در اینجا سر مردم ایران است که بی کلاه خواهد ماند، سر مردم ایران است که کلاه خواهد رفت. و هیچ کسی بهتر از جمهوری اسلامی منافع غرب و شرق رو تأمین نمی کنه. 800 میلیارد دلار
بله. خب اون ایرانی که نشسته امروز حتی گوشت آب گوشتش هم نمیتونه بخره، تجسم ذهنش 800 میلیارد دلار با احتمالاً 80 تومان یا نمیدونم 8000 تومان که داشته باشه بره گوشت بخره، این اصلا واقعاً یه چیز مضحکی از آب در میاد. بله باید قیاسش اصلا درک این مشکل قیاس بنابراین ببینید فقط باید به زبان ساده گفت مملکت رو اینا به قول شما خاکش توبره کردن، همه سرمایه مملکت رو به باد دادن، همینطوری دارن به ثمن بخش میبخشن. الان دارن نفت رو با قاطر و خر و غیره میبرن توی عراق، اونجا از طریق همین داعشی ها اینا رو میفروشن با قیمت 60-70 تومن، 60-70 دلار به جای 100 دلار الان قیمتش هست، و از اون ور با این داعش یه جور بازی میکنن، از اون ور با عراق یه جور بازی میکنن. ما چی کاره هستیم در این دنیا که باید این همه سرمایه مملکتمون را از سفره مردم خودمون برداریم و ببریم خرج نمیدونم عراق و فلسطین و لبنان و غزه و اینجور جا؟ شما مردم کی میولن میشید که بگید که برای چی دارید این سرمایه های ما رو میبرید، چرا ما رو گشته نگه داشتید و همه مملکت و زندگی رو دارید میدید به اینا؟ کی میخواید این کارو بکنید؟ هرگز. اگر هرگز، ما واقعا اینجا ول معطلیم واقعا. ما روی عشقی که به اون مملکت بله. داریم داریم تلاش میکنیم که شما را آگاه بکنیم، برای اینکه هیچ مملکتی، من این همه کشور در دنیا رفتم، مملکتی به زیبایی مملکت ما ندیدم. ما همه چی داریم تو اون مملکت، یه خورده آدم کم داریم، ما مملکتی داریم فکر کم داریم، یک خورده آدم هایی که بیان فکر کنن بدونن که این مملکت مال خودشونه، این خاک و زمین خودشونه. همش به فکر خودم و زنم و خونم نباشم. داشتم تو را به دکتر میگفتم خونه این... اگر خونه من در داخل ایرانه، حالا هر جاش هست، در واقع این در تمام مملکت ایرانه. اگر مملکت خراب بشه خب خونه منم خرابه، اگر مملکت فقیر بشه خونه منم فقیره. حالا دکتر، از این دردآورتر، از این بیچاره تر چی که کودکان خیابانی ما در اثر تجاوز، چه دختر چه پسر، به ایدز مبتلا شدن و درصد کودکان خیابانی به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی گویا خانمی هستن محرری یا محرزی، یکی همچین مطلبی رو گفته که کودکان خیابانی ایران دچار ایدز هستن و از بر اثر تجاوز. شما یک دختر 8 ساله، یک دختر 7 ساله، آخه چطور ممکنه یک انسان بتونه به این تجاوز بکنه؟ فرهنگ اسلامی. این دختر رو، دختر خودت رو حساب هلی. کن دختر خواهرت رو حساب کن، دختر برادرت رو حساب کن، چطور میتونین فرهنگ اسلامی آخه این فرهنگ رو قبول کردی؟ برات فرق نمی کنی که دختر خودت یا دختر هر کسی دیگه هست. ببینید این فرهنگ اجازه میده که یک مرد 100 ساله، 80 ساله، 70 ساله بره و به یک دختر 8 ساله، 9 ساله تجاوز بکنه. میگن ازدواج میکنه، 9 ساله ازدواج، ولی یعنی تجاوز میکنه. حالا اون یه رسمیتی به تجاوز دادن، همونطوری که یه رسمیتی به فحشا دادن که در اون حرم رضا اینا فاحش خانه درست کردن در حقیقت، ولی اسمشو گذاشتن سیغه. اصلا خبرهایی که میاد از فحشا در ادارات، در خونه ها، زنهای مادر، زنهای خانه‌دار مجبور به خودفروشی و تنفروشی برای ارتزاق خانوادهشون شدن. دکتر، شنیدم و دیده اند که هواپیماهایی که به سمت دبی میره، همینه که بلند شدن مانتوها و صورتها و اینا ماتیک زده و اینا، درست آماده برای پیاده شدن و کاسبی در دبی. آخه دبی عرب و هندی، پاکستانی که اونجا هستن، اینا
اصلا دل ایرانی باید به جوش بیاد، اون عرق ایرانیت، خون ایرانی باید به جوش بیاد که دخترش رو، مادرش رو، خواهرش رو میدن میبره دبی و به تجاوز بهش میکنن، بی‌ناموسی میکنن به خاطر اینه که یک 50 تومنی 100 تومنی بهش بدن. وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما. تمام اینها نتایج فقره جناب دکتر. فقر وقتی وقتی هست بعد تمام این عوامل دیگه ایجاد میشه و مردم به هر طریقی که هست به هر حال باید ارتزاق کنن. شوهرهایی هستن که زنهای خودشون رو وادار میکنن که برن و از کسب درآمد بکنن، شیر بچهشون رو تامین کنن و غیره. مجموع تمام اینها واقعا یک کثافتخانه است که تنها راهش، تمیز کردنش این هست که این حکومتی که این فساد و کثافت و فقر رو ایجاد کرده این رو از بین ببریم. گروه نظام سیاسی عقاب ایران 4 ساله داره میشه نزدیک 5 سال که ما داریم به شما میگیم فقط فقط و فقط خود شما هستید، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت ما. منتظر غرب نباشید، منتظر شرق نباشید، اینا همه لطمه زننده به شما هستند. بکوشید که رو پای خودتون بلند شید و اعتراضات خودتون بکنید، اعتصاب بکنید. بابا کارمندی، کارگری که 6 ماه پول نگرفتی نرو سر کار، اعتصاب بکنید، با هم دیگه یک نوع همکاری پیدا بکنید، اتحاد پیدا بکنید و بتونید اعتراضات خودتون رو به صورت یک توده‌ای نشون بدید، یک توده‌ای بشید از انسان‌های کارگر. حالا مال هر جا هستید، بله، هفت تپه نیشکر، هفت تپه هستید، با اون یکی دیگه بله، کارگرهای شهرستانه دیگه همه باید به هم بپیوندید تا بتونید این فساد رو، این به هر حال این جرثومه فساد رو از بین ببرید. مقطعی نباشه این اعتصابات، خبر اعتصابات میاد آقای دکتر، مردم یا کارگرها هستن کافی نیست. ولی کافی نیست به این دلیل که متحد نیستن، تعداد کمه، بایست اینا به هم جوشونده بشن و یک صف واحدی درست بشه از کلیه، و نه تنها کارگر، معلم هم باید دنبالش بره، دانش آموز بره، پدر مادرم بره و به اونجایی برسه که خیزش سیلاسا رو به وجود بیاره. قبل از این کتاب که یادم بره اطلاع بدم خدمت همه هموطنانی که به هر حال به قاب ایران علاقمند هستن و گوش میکنن که در هفته‌های آینده منتظر یک برنامه‌های اختصاصی باشید که در دست تهیه است، ممکنه در چند برنامه آینده شروع بشه. اینه که از حالا بنده خدمتتون این اطلاعیه رو میدم که این برنامه‌ها در راه هست. ما متأسفانه زیاد وقتی نداریم. شما من یه گفتار آخری دارید؟ بله، فقط اینی که همونطوری که جناب عالی هم اشاره کردید، محوریت در مبارزات در اپوزیسیون با مردم داخل کشوره، نه حزب، نه گروه نظامی سیاسی عقاب ایران، نه حزب ایکس وای ایگرگ، اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن کار بکنن، نه این چهره نه آن چهره، نه سلطنت طلب نه جمهوری خواه، به تنهایی هیچ کاری نمیتونن بکنن. این فقط و فقط و فقط مردم ایران هستن که توانایی مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی رو دارن و این رژیم خیلی خیلی آسونتر از اونیه که فکر میکنید. این رژیمه که از شما میترسه. این رو بایستی به خود باوری برسیم که این رژیمه که از ما میترسه و به خاطر همینه که تلویزیون جام جم رو که حالا عوضش کرده جام جم نشون داده، این کارها رو میکنه با تمام اصول بنیادی خودش که اینها رو قرآنی هم کرده، ولی اونها رو فحشا و دزدی و بی‌ناموسی رو اجازه میده انجام بدن. چرا؟ چون فقط میخوان سر شما رو گرم کنن، هیچ چیز دیگه ای نداره. ملا آخوند فقط میخواد حکومت کنه، جیبش رو
پر بکنه، چون تا ابدالدهر این جیب پر شدنی نیست. اینها میدونن رفتنی هن و در نتیجه هی میلیونی میلیاردی میخوان پر بکنن. به همین جهت اینه که محوریت با ملت ایران. ما برنامه من به پایان داره میرسه و فقط بنده اشاره بکنم به دنبال صحبت دکتر کریمی که تنها راهی هست متحد شدن، متحدانه عمل کردن و آگاه شدن به این که واقعا کجا هستید و کجا میبرنتون ولی کجا میخواید برید. و امیدوارم که با کمک این طرح عقاب ایران یک روزی به هر حال از خودتون پاشید، حرکت بکنید، چون ما در اپوزیسیون تمام تلاش‌ها رو کردیم و می‌بینید که جز این هم چیز دیگری نخواهد بود. سازمان‌های مختلف بسیاری اینها آمدن و هستند و هر کدوم کوشش می‌کنن که در راه آگاه کردن شما به هر حال نصیبی داشته باشند، ولی نهایتاً سلاح مبارز شما هستید که در داخل ایران هستید. برخیزید و این رستاخیز واقعا نجات دهنده کشور رو بپا کنید. با درود دیگری تا بار دیگر. با درود، سپهرت بود.